شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، سه‌شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 و روزهای جمعه 10 تا 12 تقدیم حضورتون میشه. بعد از ظهر جمعه این سشن ویت دکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود که پاسخگوی پرسش‌های روانی، خانوادگی، کودکان و جوانان شماست. شب ها از تا 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 بازپخش بهتری نیست که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید. الو، سلام، وقتتون بخیر. سلام، بفرمایید. ببخشید جناب دکتر، مزاحمتون شدم. یه سوال داشتم در مورد خانوادم و خودم. اول یه توضیحاتی در مورد خودم میدم. من 20 سالمه، رشتم کامپیوتره و دو تا خواهر از خودم بزرگتر دارم و یک برادر کوچکتر که بزرگه 26 سالشه، بعدی 21 و داداش کوچیکم 5 سالشه. پدرم 57 سالشه و مادرم 43 سالشه. بعد جناب دکتر، توی گذشته من از سن 9 سالگی تا 12 سالگی آزار اذیت جنسی شدم توسط یکی از فامیلا. بعد از اون دیگه خانواده ها فهمیدن و ارتباط قطع شد و مشکلات من از اون تایم شروع شد. اون آقا چند سالش بود؟ اون آقا 26 اینا داشتن. اون وقت این رابطه فقط یک لمس بود؟ بیشتر از اون بود؟ آره. چی بود؟ نه، در حد لمس و اینجور چیزا بود، یعنی رابطه نداشتیم با هم دیگه. و چه مدتی طول کشید؟ از 9 سالگی تا 12 سالگی دیگه، 3-4 سال طول کشید. اونجور که من یادمه از 9 سالگی 8 سالگی بود، ولی تا کلاس 6م که یعنی 12 سالم بود تموم شد اون تایم. خب شما چطور بود که تنها با ایشون قرار می‌گرفتی؟ قرار نمی‌ذاشتیم، چون فامیل نزدیکمون بودن. مثلا وقتی خونه‌شون می‌رفتیم یا خونه مادر بزرگم همه جمع می‌شدیم، دیگه منو میکشونم تنهایی توی اتاق و خب کارشون انجام دادن. خب شما چرا خودتونو در شرایطی قرار میدادی که او بتونه شما رو بکشه به سمت اتاق؟ نکه بگم تقصیر، خب میدونم آخه معمولا وقتی چند نفر هستن چجوری میتونست شما رو تنهایی گیر بیاره؟ چون که نگاه کنیم، مثلا من اگه تو آشپزخونه داشتم ظرفی میشستم، کاری انجام میدادم، میومدن، یا چون که خانوادم خیلی بهشون اعتماد داشتم، دیگه خیلی وقت شده بود من و خواهرام و اینا کلا با ایشون تنها بودیم. بعد الان یه چیزی هم یادم اومد که مامانم تعریف میکرد انگار با خواهر بزرگم هم این کارو میکرده، فقط در همین حد من میدونم. بعد از اون کلا ارتباطمون قطع شد و من نمیدونم خانوادم چه حرفایی زدن، چه کارایی کردن، کلا ازشون نپرسیدم. بعد از اون یه احساس تنفر نسبت به پدرم پیدا کردم که خیلی ازش بدم اومد. نمیدونم چرا، کلا از اینکه توی اتاق نمیدونم، از اینکه باش توی اتاق تنها باشم یا باش حتی حرف بزنم یا تو چشاش نگاه کنم خیلی بدم میومد، چون که حس میکردم تقصیر اونه، چون من میترسیدم ازش که بیان کنم. پدر من یک فرد سلطه‌گر مذهبیه و حرف حرف خودشه و واسه همینم من زنگ زدم. بذار زار کنم، آیا اون آقا فامیل پدری بیشتر بود یا پدری بود یا مادری؟ بله، فامیل پدری. نه، فامیل پدری بود. بعد از اون تایم من افسردگی گرفتم، افسردگی خیلی شدید. بعد در حدی که موامو میکندم و هنوز که من تو سن 20 سالگی هم ادامه داره این که موامو میکنم. بعد دیگه روانشناس رفتم. موهای سرتون رو یا ابرو و موژهتون رو؟ نه، سرمو. اوکی.
بعد تا یک سال پیش که من با پدرم دعوا کردم، این دعوا خانوادگی بود و من از مادرم دفاع کردم، چون که مامانم اینجوریه که خیلی مظلومه، حرف نمیزن، از خودش دفاع نمیکنه و من این کار کردم. بعد پدرم من گفتش که تو دیگه بچه من نیستی و خیلی حرفای رکیک و زشت و اینا، که منجر شد که ما الان یک سال با هم قهریم و هیچ رابطه نداریم، درسته که داریم توی خونه زندگی میکنیم. بعد که گفتم که بدم خیلی سلطه‌گر، خیلی بیاد، حتی خواهرم که الان 26 سالشه و توی عقده، پدرم براش داره تصمیم میگیره، همه ازش میترسن و تو همه چیز دخالت میکنه. و اینکه من که رشتم کامپیوتره، الان دانشجوام، ولی خب علاقم به یه چیز دیگه است. من رشته آشپزی رو دوست دارم خیلی، دلم میخواد تو این هیته کار کنم، درآمدزایی داشته باشم، ولی از یه طرف از پدرم خیلی میترسم و نمیدونم باید چی کار کنم، چه جوری. آیا در بازار ایران شما فکر می‌کنید به عنوان آشپز میتونید کار کنید تو درآمدی داشته باشی؟ آره، چون خیلی علاقه دارم و یک ماه من راجع علاقتون صحبت کنم، در روی بازار، آخه محیط آشپزخونه هتل ها یا رستوران های بزرگ محیط مردونه است. شما اونجا چوری میخواید آش خواهد درسته؟ پس باید این چه که مهم اینه که بتو کار کنید. بعدم شما فرض کنید اگر یه همچین سمتی بگیرید، فکر کنید در یافتن همسر این شغل و کار بهتون کمک میکنه؟ واقعیتش چون خیلی بهش علاقه دارم. به چیش علاقه داری؟ به کلش، من کلا از بچگی به آشپزی کردن و اینا خیلی علاقه داشتم، یعنی اینکه توی محیط آشپزخونه باشم، با وسایل آشپزخونه کار کنم، خیلی دوستش دارم. و یک ماه هم میگم یه اونجا کار کردم، ولی خب چون خانوادم خبر نداشتم که مجبور شدم از کارم بیام بیرون و تو مدت واقعا متوجه شدم که علاقه دارم و خیلی دوستش دارم، یعنی از کامپیوتر که آخه عزیز من و علاقه دارم دوستش دارم. من نمیدونم شما، ما در دنیایی هستیم که قراره شغل و کاری داشته باشیم میتونیم باید زندگی کنیم، ولی اگر شما فرض کنید رفتید و آشپزی خوب بودی اما استخدام نشدید، کار نداشتید چی؟ خب شما میگین الان من چی کار کنم و من واقعا خیلی درگیر اینم. یک درگیر رو خب شما دنبال یه کاری میرید عزیزم. خب ما تو دنیا و دنبال مثل اینکه آدم بخواد بره تو جهنم آتیش بفروشه، آخه اینجا مناسب شما نیست. یعنی تو گفتم کسی که رو آشپزی فکر میکنه و تخصصی و علاقه داره که خیلی خیلی خوبم هست، مهم اینه که آیا محیطی که شما برید 100 تا رستوران بزرگ شهرهای بزرگ رو یا هتل ها رو که برخی از اوقات دارن نگاه کنید، بعید میدونم هیچ کدومشون آشپزش یا سر آشپزش زن باشه. خب وقت چی؟ بله درسته. خب نظر شما اینه که من نظرم نیست، واقعیت اینه عزیزم. من که نمیتونم بگم من در یه جایی که یه چیزی خریدار نداره میخوام برم کارم رو وقتم رو بفروشم و ازش پول در بیارم. یعنی شما میگه آینده ای نداره اون کار؟ اون نداره، برای در ایران نداره. بعد خارج از ایران هم به هر حال مسئله اصلی و اساسی این موضوعی مربوط به آشپزی، موضوعی کاملا خانوادگی بومی هستن، محلی هستن، یه مقداری مواردی هست که میشه در خارج همکاری داشت، ولی این چیزی نیست که مبنایی برای زندگی شما باشه. اونم با پدری که گفتید. بذارید من فقط یه چیز مطمئن بشم، شما الان یه برادر 5 ساله دارید؟ بله. یعنی پدر بزرگوار شما با این همه خودخواهی و نادانی و بیماری و گرفتاری تو این 3 سال بچه کوچیکم آورده که فاصله دخترش بله با پسرش 21 سال باشه؟ بله متاسفانه همچین حماقتی ها انجام دادن. شغل و کارش چیه؟ که ما پدر من شغلش آزاده، ولی خب چون دیگه سالمند شدن بیشتر کارش رو تو خونه انجام میده. چند سالش دیگه سالمند؟ چند سالش گفتی شد؟ 57 سالمندی. من 80 سالم سالمندی، از ایشون 23 سال بزرگترم. آخه سالمند، آخه سالمند زیاده
خب من که آخه خیلی اصلا کلن از وقتی که من یادم پدرم کلن تو خونه است، یعنی خیلی بیرون نمیره، یعنی کارش بیرون نیست دیگه، خیلی خرید فروشیه که با گوشیش انجام میده و همش تو خونه. اوکی عزیز، به هر حال ببین پدر جون شغلش با توجه به نوع زندگی یه ذره جای سوال داره، البته نه اینکه، برای اینکه در اون سن و سال شما سالمند بدونیدش. حالا ما میریم پیام ها رو میشنویم و برمیگردیم. امیر جان اگر این دختر خانم خوب عزیز آمدن دوباره بیاریدشون، اگر نه من با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشم. ضمناً ما شاید هم نمیدونم مشکل کامپیوتر یا هرچی بوده، شاید خطوط آزادی داشته باشیم. اگر دوستانی مایل هستن میتونن تلفن کنن، اگر خط باز باشه 310-441-0555 310 ایریا کد ماست 441-0555. بعد از چند پیام با شنونده عزیز که روی خط بودن و یا شنونده دیگری گفتگومون رو ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. علی سلام. بفرمایید، در خدمتم جان. سلام آقای دکتر، وقتون بخیر. سلام عزیز، بفرمایید. خیلی ممنون از برنامه خوبتون و از وقتی که برای جامعه فارسی زبان به خصوص ایرانی های عزیز میذارید. لطف دارید، بفرمایید. خواهش میکنم، من یه مدت پیش تماس گرفتم خدمتتون، قرار شد یه خبری رو به شما اعلام کنم در رابطه با ازدواجم. خب به من بگید اولا، چون این دوستان حتما اون برنامه نیستن، منم که اصلا یادم نیست موضوع چه بود که ما را به خبر رسوند که قرار شد شما خبرش رو اعلان کنید جان. چشم، موضوع این بود که من امریکا زندگی میکنم و توی رابطه بودم از ایران، یه دو بار با شما تماس گرفتیم، یه بارم من آوردمشون روی خط که همزمان با هم روی خط بودیم و خواستم این خبر رو بدم که من یک ماه پیش رفتم ایران و همدیگرم دیدیم، همه چی هم خوب بود، با هم ازدواج کردیم و همه چی به خوبی و خوشی. منم الان یک هفته است برگشتم، ایشون هم ایرانن. بسیار. شما چند سالتونه و ایشون چند سالشونه؟ من 38 سالمه، ایشون 34 سالشونه. بسیار خوب. خب چه مدتی وکلا به شما گفتن طول میشته بتون ایشون رو به امریکا بیارید؟ ما امید داریم که با یه وکیل صحبت کردیم تا قبل از انتخابات، حالا یا خود ژانویه اوایل سال آینده، با امید خدا بتونیم ایشون رو بیاریم، چون کارا هم این روزا زود تسریع پیدا میکنه، این کارهای ویزا و ایمیگریشن. بسیار خوب. خب اگر قصدتون دادن خبر بود، که خبر خوش رو دادی تو، بنابراین نشون میده که این کار میکنه و اگر مطلب صحبتی است و یا همسرتون ازتون شکایتی دارن میخواید حرفی بزنید میکروفون بازه. نه، مطلب اینه که همیشه آخر خب بالاخره این برنامه رازها و نیازها برای گفتن رازها و درداست و شغل شما متوجه هم، همیشه همه زنگ میزنن از مشکلات. من امروز خواستم، حالا تا تولدتون زیاد مونده 31 آگست، گفتم شاید یه هدیه کوچولویی باشه، خواستم. بسیار بسیار خوشحالم میکنه، مخصوصا دوستانی که به هر حال پرسشی براشون مطرح هست ترجیح میدن که مسائلشون رو حل کنند و مشکلات رو پشت سر بذارن و خوشبختانه در این زمینه به خاطر هم خوبیشون هم به خاطر کار خوب و درستی که میکنن به نتیجه میرسه. بنابراین از این بابت بسیار خوشحالم که تلفن کردید و خبر خوش ازدواجتون دادید، ولی باید قول بدید پسر خوبی باشید، کاری نکنید همسرتون زنگ بزنه اون وقت بعد ما اینجا کمی ما شما درگیری پیدا کنیم و کار به کتک کاری برسه. نه قول میدم، چشم، شما که دستور بدید حتما به شما با اوشون قول میدم. حالا چون یه یک هفته هم اومدم، با اجازه شما یه سلامی میکنم از اینجا بهشون، دلتنگ نباشید، با امید خدا که هر چیز بهتر کارها پیش میره. مهنوشان و شما تشریف میارید. ضمناً یه سلام هم میکنم به ساکنین طبقه 19، پدر خانم و مادر خانم و عزیز و مهربان من که اینقدر خوبن، احتمالاً الان هم دارن گوش میدن، همیشه از طرفدارای شما هستن. لطف دارن، ولی خب به هر حال تو هم باید آدرس رو بدی که ما بیل تبلیغاتی رو که برای خودت کردی صورت حساب رو برات بفرستیم، چون این کارا مجانی نیست. به هر حال نشون میده که پسر متاسفانه باهوش و یک کمی زرنگی هستی، از فرصت استفاده کردی و
هم با همسر صحبت کردی به یک اعتبار و هم با خانواده و هم به هر حال نشون دادی که حواست جمعه. امیدوارم بقیهش هم باشه. به هر حال مبادا ازت گله و شکایتی بشه، بله اون وقت کلاهت پس معرکه است با من طرفی. به هر حال خوشحالم. حتما قربان، من چون همشهری خودتونم هستم کاملا مراقبم. خب من نگرانی بستم به همون دلیل شده. برای که حالا میشه فهمید همشهری با باز همچنان تنبلن به جایی که خودشون تلفن کنن و پولشو بدن از تلفن رادیو و میکروفون رادیو استفاده میکنن. ولی خب به هر حال چی میشه که ما دیگه میدیم خود یار بیایه دیگه. حالا من اینجا نشستم، من میدونم همه با چه گرفتاری دنبال همسر میدونن، ولی ما حال حرف اون است که حالا یار اون بیا، دل دار اون بیا، یا منو ببر به خونه تو یا بیا به خونه ما. تازه نمیگه من میارم به خونمون، میدونی، یا منو ببر به خونه خودشون بیان دیگه. نه همین دیگه، نه شروع کردی پسر، به هر حال مواظب خودت باش اینجا، فعلا آماده باش، چون ترکه ها توی آبه برای اون زمانی که بخوای پسر خوبی نباشی. نه مطمئنم خواهید بود، براتون آرزوی بهترین ها رو دارم و مطمئنم که هر دو چون تو چون خوبی اونم باید خوب باشه. من خوشحالم که یه چنین اتفاق مبارکی افتاده و از این بابت هم خوشحالم. ممنونتم ازم که روی خط آمدی و دربارش صحبت کردی عزیز. برحال موازه به خدا همسر عزیز و عجمندت باش. مرسی عزیز در خیلی کنم. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. سلام جناب دکتر، ببخشید که تلفن قطع شد متاسفم. پس شما این آقا اومدن وسط تلفن شما و بالاخره مجانی خبرها رو به ایران دادن. ولی خب چه میشه که دوستان باهوش و زرنگی داریم. خب ما همونطور که شاید برخی از شنوندگان تازه به ما ملحق شده باشن، شما دختر خانم 20 ساله ای هستید که متاسفانه از حدود 8-9 سالگیتون یکی از افراد بزرگسال فامیل به هر حال از نظر جنسی تعرضی نسبت به سمت شما داشت و پدر سختگیر و متعصبی دارید و به هر حال مسائل و مشکلاتی. اما موضوعی که بهش اشاره کردید این بود که دانشجوی رشته بسیار خوب کامپیوتر هستید، ولی علاقه و اشتیاق شما به فن و کار آشپزی است و مطلبی که من خدمتون داشتم این بود که این حتما خوبه، در خیلی از نقاط جهان هم اعتبار و ارزش و درآمد خیلی خوبی دارن، اما در محیط ایران که غالب رستوران ها حتی رستوران های خانوادگی هم اگر باشن، همچنان در حدی که من میدونم محیط یه مقدار محیط مردان است و اونقدرها جایی برای خانمان نیست. نگران این هستم که یه چنین علاقه و اشتیاقی حتی اگر به تحصیلاتی هم که خوشبختانه دربارش از چون یه علمی است واقعا پختن غذا و یا آشپزی، ولی چون اون بازار رو نداره من از اون بابت خیلی باش راحت نیستم. این گفتگو رو داشتیم که مثل که تلفنم از دستمون عصبانی شد و قطع شد. حالا به من هر جور که دلتون میخواد راجع به هر موضوعی که مورد نظرتون هست با هم صحبت کنیم. در مورد همین بود دیگه، ولی خب شما نظرتون این بود که من نرم سمتش و خب نمیدونم به غیر از اون چه کاری دیگه میتونم انجام بدم. یعنی خیلی ذهنم بسته است و اینجوری نیستم که خانوادم بتونم هر چیزی رو امتحان کنم برم سمت علاقم و اینا. کلن حتی بیرون رفتن با دوستا که یه چیز عادی. نه آخه این موضوع چه ارتباطی به انتخاب؟ سب کن عزیزم. این یه دفعه مخلوط کردن موضوع هست. ببینید جامعه ایرانی در بسیاری از زمین ها مخصوصا خانواده های سنتی و مذهبی موانع و محدودیت های فراوانی برای فرزندانشون به ویژه دخترانشون قائلن و این یه مشکل مسئله و حتی یه گرفتاری بزرگ ماست. اما به دلیل ذهنیتی که حاکم بر ایرانه، تنها جایی که پدر و مادرها باش نسبتاً راحت ترن یا این اجازه رو به فرزندان بویژه فرزندان دختر دارن، محیط آموزشی و خوندن درس. به همین جهت است که به دلیل یه چنین ذهنیتی برای این مدتی که نمیدونم همچنان هم چند روزه ادامه داشته، میزان دانشجویان دختر بیشتر از پسر یا تو حرف از دو برابر.
خب معناش این است که از یک طرف به این نتیجه رسیدن که با تحصیلات اونقدر افزایش درآمدی ندارن، پس پسرها به دنبال شغل و کار رفتن تا درآمدی داشته باشن، ولی به دلیل همین باور و اعتقادات و احساسات ایرانیان که ارزشی برای دانشگاه و درس قائل هستن و اون محیط رو محیط نسبتاً در مقام مقایسه سالم و مطمئنی میدونن، بسیاری از پدر مادران موافقت برفتن دخترانشون کردن که از این بابت واقعا باعث خوشحالی و حتی سرافرازی و افتخاره که یه جامعه داریم که دختران و زنانش این چنین آگاه و تحصیل کرده هستن. ولی اینکه شما برگردید بگید من میخوام برم شغلهای مختلف رو امتحان کنم و پرتو کم جرفی زده، شما قرار است رشته های مختلف رو انتخاب کنید. حالا اگر کامپیوتر که یکی از بهترین رشته ها هم برای ایران هم برای جهان است، به عنوان دو تا رشته اصلی کامپیوتر و بیولوژی که یکی پایه همه رشته های پزشکی و گروه های وابسته بمونه، یکی کامپیوتری که به هر حال در دنیای امروز همه رو به سمت و سوی خودش میکشه، حالا اگر این رشته رو دوست ندارید یا به هر دلیل علاقه دارید، رشتهتون رو و نوع شغل و کارتون رو باید انتخاب کنید. و اونم ما در دنیایی هستیم که آمار مثلا فرض کنید امریکا و حرف از چند هزار شغل و کار میزنه که نمیدونم چی کار باید بکنم، باید برم امتحان بکنم، که معنایی نداره. شما باید بدونید علاقمند به رشته های فنی هستید، رشته های پزشکی هستید، رشته های علوم انسانی هستید، رشته هایی که فن و مهارت و تکنولوژی هست، مهندسی هست، همه اینا رو یه نگاهی بکنید ببینید به کدامش علاقمندید. و حالا که این فرصت و امکان رو برای رفتن دانشگاه دارید، حتما این کار رو بکنید و فقط نگید من به این دنیا اومدم برای این کار. بعدم از بچگی که آدم در سن 4 سالگی و 7 سالگی و 10 سالگی و 12 سالگی برای بزرگسالیش نمیتونه تصمیم بگیره عزیز. یه تمایل گرایشی هست. همونطور که آدم میخوان ستاره سینما بشن، یه آدم میخوان فضا نورد بشن، به آسمون برن، و یه آدم میخوان خواننده بشن، ولی اینا که نشان دهنده و نماینده یه تصمیم برای آینده نیست. تازه اگر شما کمی هم با من آشنا باشید، من ترجیحم این است که آدم ها حتی تا 20 یا 22 سالگی اگر ممکنه در یه جایی مانند امریکا رشته تحصیلیشون که رشته نهایی تحصیلیشون و شغل و کارشون رو انتخاب نکنه. این انتخاب مال بعد از 18 یا 20 سالگی ارتباطی به 6 سالگی نداره. روزی که یه کسی به من بگه من از چند کودکیم علاقه من به یه رشته بودم، اون موقع من بیشتر نگران میکنه تا خوشحالم کنه. اینا مسائلی نیست که به معنی پشت کار و مقدار ثبات و قرار و تداوم باشه، یه مقدار بافته های کودکی است که غالب اوقات هم مفید و مناسب نیست. حالا اگر دلتون میخواد من بگید، فرض رو بر این بگیریم که شما این شغل رو به صورت آشپزی منشأ درآمدی ندونید، اگر دلتون میخواد چیزی یاد بگیرید که بتونید رو پای خودتون بایستید، اونم با توجه به توضیحاتی که دادید و درآمدی داشته باشید، رشته دیگری که بهش میتونید دنبالش برید و یاد بگیرید و انجام بدید چیه؟ طراحی گرافیک و اینجور چیزا با کامپیوتر، به اونم علاقه دارم، ولی خب بیشتر سمت آشپزی بود ذهنم، ولی خب انتخاب دومم همین شغله. خیلی خب، بنابراین شما کامپیوتر رو میخونید با همین گرایش مربوط به طراحی گرافیک یا هر چیزی که امروز بیشتر و بیشتر داره میاد توی سیستم مربوط به کامپیوتر، و بعدم خوشبختانه این از اون رشته هایی است که دانشش به راحتی از شرق به غرب و از غرب به شرق میره. یعنی اینا چیزایی نیست که محتوای فرهنگی و محلی داشته باشه. وقتی در این زمینه پیشرفتایی میشه، وقتی تکنیک های تازه‌ای به وجود میاد، خیلی زود از یه جا به یه جا منتقل میشه. پس بنابراین برخلاف برخی از رشته هایی که ما 5 سال 10 سال 20 سال از جان علم عقب هستیم، خوشبختانه تو این رشته ها به دلیل ماهیت ارتباطیش خیلی زود آدم ها میتونن حتی در یه کشوری کمی متفاوت و یا عقب از این بابت فردی که علاقه من باشه خودشو جلو بندازه. بنابراین چرا نرید تو همین زمینه ای که همون آشپزیتون هم نشوندنده یه مایه هنری و یه زمینه احساسی خاصه، ولی خب میتونید در طراحی
انجام نه، تا میتونی برید سراغ طراحی تمام ظروف غذاخوری، حداقل برای رستوران ها طراحی بریزی تو در اون زمینه هم بتونید موفق باشید. اون رو به عنوان همینجوری حاشیه خدمتون گفتم. پس بنابراین شما رشته تو ادامه بدستم، حیفه که ای کامپیوتر خوندی خودت رو درگیر نکنی. ضمن خوشبختانه رشته ایست که تو خونه هم آدم میتونه هر زمان که فراغتی داشته باشه در جهت پیشرفت خودش و مهارت‌هاش کار لازم رو انجام بده و فکر کنم اون مناسب تره تا اینکه به دنبال آشپزی. اما آشپزی رو هم به عنوان یک هابی میتونی هفته 5 ساعت 10 ساعت براش بذارید، از نظر آموختن، از نظر آشنایی با مواد غذایی، ترکیب بستا طعمها و بوها، بعد میزان پخته شدن غذا که خود اینا یه دنیایی برای خودش داره که هم میتونه آنچه که ویتامین هست یا مایه های غذایی هست رو حفظ کنه، هم به خوشمزه بودنش اضافه کنه و همه اینا دست به دست هم میده و یه مهارتی و شغلی به اسم آشپزی رو که بسیار هم با اهمیت داره به وجود میاره. اما در یه جامعه مانند ایران برای یه دختر خانم احتمالاً شغل و کار مناسبی نیست. بله، نیستی جناب دکتر، ببخشی من مجبورم که قطع کنم چون خانواده خبر ندارم. خب برای خوش آشان با صحبت کردم، از این موازه بخواهید باشید. نیستی، مشکرم. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو، بفرمایید خانم. سلام علیکم. سلام، بفرمایید. وقت شما بخیر. من در ابتدای صحبتم باید که تشکر کنم از زحمات شما، یعنی وظیفه خودم میدونم تشکر بکنم از زحماتی که میکشین و وقت و انرژی که میگذارین و هر حال معلومات علمیتون رو به فارسی زبان ها میرسونین و اونا رو در حل مشکلات زندگیشون کمک میکنین. باز خدا را شاکر هستم که شما رو داریم و از یک طرف هم میذاره دلم میسوزه به خاطر اینکه چرا شما در ایران نیستید، ولی با این حال بازم شاکر هستم که شما هستید. من یه خانم هستم بالای 60 سال و 3 تا فرزند دارم، یکی 46 ساله که دختر هست و ازدواج کرده، یه پسر دارم اونم 42 سالشه اونم ازدواج کرده و هر دو خارج از ایران هستن و یه دختر دارم که اونم 34 سالشه و اونم خارج از ایرانه در کشورهای امریکای شمالی. و مسئله‌ای که من بابتش به شما زنگ زدم و مزاحمتون شدم اینه که دختر من با هم کلاسیش که اون مالی شهر دیگه است و ما مالی شهر دیگه هستیم و به عبارتی ما در یه شهر درجه 2 زندگی میکنیم، اوشون مالی شهر درجه 3 هست و هم کلاسیشون بودن در حد در تحصیلات فوق لیسانس معماری، اینا هم دیگر رو دوست دارن و قصد ازدواج دارن. مشکلی که اینجا پیدا شده، ببخشید، ایرانی هن یا غیر ایرانی؟ بله بله، هر دو ایرانی هن. مشکلی که پیدا شده اینه که مادر این آقا پسر شدیداً مخالف این ازدواج و علت مخالفتش هم اینه که دختر من یه چیزی 8 ماه الی 9 ماه از این آقا پسر بزرگتره، ولی اینا هر دوتا هم دیگر رو خیلی دوست دارن. و از جهت اینم براتون بگم که این آقا پسر فرزند اول خانواده است، یه خواهر داره که 16 سال با خودش اختلاف سن داره و پدر مادرش هم هر دو در حد لیسانس فرهنگی و بازنشسته هستن و ما هم یه مقداری بالاتر تحصیلات از اونا و هر دو بازنشسته هستیم، من و همسرم. حالا میخواستم ببینم اون پدر و مادر هم در امریکا هستن؟ نه خیر، امریکای شمالی. پدر مادر هر دو در ایران هستن، ولی شما اینجا هستی؟ بله، من ایران هستم. او شما ایران تشریف داری؟ بله. خب اون وقت این پدر مادر اون آقا دختر شما رو اصلا دیدن یا ندیدن؟ بله دیدن، بله دیدن، با دیدنشون مخالفت کردن. اونا هر دو تا هم دیدن. خب آخه ببینید، اینکه پدر و مادری مخالفت کنند یه مسئله است، اینکه علت مخالفت اگر یه ماجرای فاصله سنی است در اینا که اصلا معنایی نداره، چون ما در دنیایی هستیم که فاصله سنی کسانی که
تو دهه 30 هستن، حتی تا 7 سال میتونه باشه، ولی هر دو طرف، یعنی پسر بزرگتر یا دختر بزرگتر، و اینجا در این حد که موضوعی نیست. بنابراین بر اساس یه باورهایی و یا احساساتی یا دلایل دیگری است که ایشون مخالفت میکنن. خب در اینجا موضوعی که مطرحه، این پسر چه مدتی است از ایران دوره؟ این پسر شدیداً دنبال این بود که رو تصمیمش ایستاده بود که بره ازدواج کنه و اینا، نهایتاً چون که مخالفت پدر و مادرش دید، اومد و یه اپلای کرد و برای همین کشورهای امریکای شمالی و به هر حال برای دور کارش قبول شد و از اینجا رفت. یعنی الان هر دو خارج از کشور هستن، هم دختر و هم پسر، و آقا پسر داره هم کالجشو میخونه و هم کار میکنه و دختر منم یه کارهایی انجام میده، البته هنوز تو رشته خودش نیست، و اینا به خاطر مخالفت اینا رفتن اینجا. حالا مشکلی که من دارم به عنوان یه مادر، میگم خب به هر حال آدم سن و عمر و جوانش داره میگذره و مسئله ازدواج، مسئله بچه دار شدن اینا، نه که نهایتاً گفتم که با شما تماس بگیرم ببینم شما چه نظری. البته حقیقتش با توضیحاتی که دادید، بذار اول یه چیز رو من متوجه بشم. الان این دختر شما و این آقا پسر کجا دارن زندگی میکنن؟ میگم در همین کشور امریکای شمالی. آقا ببین، امریکای شمالی ما به یک اعتبار امریکا رو داریم و کانادا رو داریم. بله، همسایه امریکا. خیلی خوب. حالا علت این که شما اونو بیان نمی کنیدم برای من یه پرسه. خیلی بسیار خوب. در امریکای شمالی هستن. بسیار خوب. حالا و هر دو الان در یک شهر هستن یا نیستن؟ بله، هر دو در یک شهر. خب اگر پسر به حرفش به پدر و مادرش، مثلا چون دلیل مخالفتشون است، بگید که این موضوع از نظر روانی و آنچه که در محیط علمی و روانشناسی از موضوع و مسئله نیست و من از شما اجازه میخوام که مخالفتی به این دلیل نکنید و یا به هر حال به دلیل نوع رابطه و تماسی که ما با هم داریم و الان من ازدواج میکنم علی رغم مخالفت شما، آیا توان گفتن این حرف رو داره؟ ایشون یه صحبت هایی کرد و قبل از که اینا به اصطلاح مهاجرت کنن، حتی پیش مشاورم رفتن، مادر این آقا پسرم رفته بود مشاور، مشاورم بهش گفت و شما کاری نکنین که پسر شما بیاد با یه دختری ازدواج کنه، ولی قلب و دل و مغزش جای دیگه باشه و این در نهایت ضربه میزنه و مشکل ساز. ولی متاسفانه اینا یک فرهنگی دارن تو شهری که زندگی میکنن، نه فقط این خانواده که همه جمعیت اون شهر این ایده و این فرهنگو دارن که زن سالار هستن، هرچی که زن بگه همون درسته. حالا من کاری به اون ندارم، آقا پسر این که اینجا موضوع ماست. پدر ایشون زیاد مشکلی نداره، اصل مادرشه و ایشون به خاطر همین که باش موافقت نکردن این راهو پیدا کرد که مهاجرت کنه بره و خودش اونجا کار. حالا چرا نمیخواد از با علارغم اگر فکر کنه ازدواج درستی، چرا منتظر موافقت مادرش، اونم بی دلیل؟ خب آقای دکتر، مسئله اینه که به هر حال ازدواج های بچه های ایرانی مقدار حمایت پدر مادر رو میخواد، حمایت مالی یا فلانی حرفا، ولی ایشون هم خب تازه مهاجرت کرده و تازه کار پیدا کرده، اونها یه مقدار مسائل و مشکلات مالی هست که وگرنه رو تصمیم خودش پا برجاست که من میخوام ازدواج کنم. ولی من میگم خب به هر حال داره زمان میگذره و من میگم که شما یک بار دیگه با پدر مادر تماس بگیر و مسئله رو قطعی براشون روشن کن که بدونن اونا کجا وایسادن، شما کجا وایسادی. حالا نظر شما برای من خیلی اهمیت داره. من برام بسیار مسئله روشنه عزیز. من فکر کنم دلیل و بهانه‌شون درست نیست، ولی در عین حال هم برمیگرده تو این گونه موارد خود پسر یا دختری که باید ایران استقلال و آزادی و خودکفاییشو بکنه تا اینکه همچنان بستو. بله آقای دکتر، صحبتتون رو قطع میکنم، عذرخواهی میکنم. دختر من، یعنی ما تو خانواده خودمون بچه ها آزادن، هر تصمیم بخوان بگیرن، هر کار که بخوان بکنن، ما مشکلی باشون نداریم. من تا این قضیه یه مقداری چون این مخالفت ها پیش اومده و یه مقدار خوب از لحاظ مالی هم ایشون مشکل داشته، نه یه مقداری به وقفه خورده. خب حالا رشته تحصیل این آقا پسر شما فرمودید چه هست؟ بر هر دوشون معماری هست. خب آیا ایشون الان اینجا معماری رو کجا گرفته این آقا؟ در ایران؟
در ایران میتونم بگم یه دانشگاه درجه دو، دانشگاه خوبی. خب ولی امریکا چی؟ امریکا تحصیلاتی در امریکا ندارن؟ الان کالجی که دارن میخونن اونجا رشته خیلی خوبی هست و چه رشته یه؟ یعنی مقصود چی دارن میخونن ایشون؟ ایشون یه رشته هایی از گرافی میخونه که اونجا خیلی کار داره و الان هم کار میکنه، هم کار میکنه با همین رشته‌ای که داره میخونه و هم که درسشون. خب پس بنابراین به دنبال رشته معماریش نیست؟ نه، داره فوق معماری رو میگذرونه، فوق لیسانس رو خونده، الان داره این گرافیکش کالجش رو میگذرونه. آه چه ضرورتی داشت اگر ایشون میتونست در آیا حق کار رو دارن، اجازه کار رو در امریکا یا کانادا دارن؟ بله الان داره کار میکنه بهش. حالا اگر حقشو داره چرا نمیره چه؟ گفته که من الان تازه اومدم اینجا و مهاجرت کردم، این حرفا، گفتن شما تو منزل کار کنی مشکلی نداره و بعدش هم که دیگه ترمشو تموم کنه که دیگه اصلا مشکلی نداره. ولی آخه ایشون که به عنوان معمار نمیخواد، آرشیتکت نمیخواد در امریکا یا کانادا یا امریکای شمالی کار بکنه، آخه همچه کاری نمیخواد بکنه. خب در حقیقت با این مهاجرتش و بعدا با این رشتهش که معمار نیست. دختر شما ولی معماری خونده درسته؟ هر دوشون معماری خوندن، هر دو فوق لیسانس معماری. نه ولی دختر شما الان داره تو چه کاری کار میکنه؟ دختر من تو رشته خودش هنوز کار پیدا نکرده، کارهای دیگه ای انجام میده، مثلا تدریس یا از این صحبت. تدریس چی؟ تو مدارس مثلا حالا یا مدرسه های نه. ببینید عزیز ما بخیر اول بذارید با یه مقدار موضوع و مسئلمون اینجاست. اینگونه که من فهمیدم، مطمئن نیستم درست فهمیدم، پسر و دختر عزیز و ارجمندی اومدن اینجا، هر دوتا معماری خوندن ولی نه از دانشگاه و در شرایط و وضعیتی که در اینجا به عنوان آرشیتکت بتونن ادامه کار بدن، نتیجتا باید کار دیگری حالا نزدیک یا متفاوت پیدا کنه. خب اینجا یه مسئله جدی است. بله. یعنی خب حالا یه کمی هم ضرورت این مهاجرت مطرحه. بعدم خب حالا اگر دنبال کار خودشون نگیرن، یعنی تمام اون تحصیلات و اون دورانی که گذروندن رو میذارن کنار، درسته که ممکنه برخی از رشته ها مثل گرافیک از یه جهتش نزدیک باشه، ولی گرافیک و معماری خیلی متفاوتن. بعدم خب حقوق و درآمد و ایناش در اون حد و سد نیست. البته معماری در امریکا به دلیل نوع تولید به اسلام ماس پروداکشن توده‌ای خانه ها اونقدر جایگاهی نداره که در ایران داره. بله. متاسفانه هم رشته سیویل راه و ساختمان هم آرشیتکت در ایران جایگاه خیلی برتر و بالاتری دارن تا اینجا. ما مشکل اولمون مسئله به نظر من شغل و کار و درآمدشون. البته اگر اشتباه نکنم گفتی در روز 34 ساله هستن درسته؟ 34 ماهی سال. دختر من 34، ایشون 8-9 ماه کوچیک‌تره. خب حالا بذارید برای که با این کمیه ماهی ما بریم و برگردیم، به من بفرمایید که واقعا پرسش یا مسئله در کدام زمینه است، من نظرم رو خدمت رو از کنم. روی خط باشید لطفا. شنگ و نجمند بعد از چند پیام با ما.